خب آیت الله خاتمی رو ما باید جزء طیف اصولگرا بدونیم دیگه، درسته؟ باید تعریف کرد در جامعه ما حزب نیست، گروه نیست، ولی اگر خودم بخوام تعریفی از خودم داشته باشم، من خودم رو در طیف ارزشی ها میدانم، به این بیان که بنده در پی آنم که ارزش های اسلامی تحقق پیدا کنه و البته طیف اصولگرا به تعبیر شما در عمل نشان دادند که نزدیک ترند به صراحت و دقیق دارم صحبت میکنم، نزدیک ترند به ارزش ها. چرا میگم نزدیک تر؟ چرا نمیگم ارزشی؟ بنده نقاط ضعف و نقاط نقدی هم در طیف اصولگرا و رفتار اونها دارم. معنای این حرف اینه که در بین کسانی که اصولگرا هم نیستند، ارزشی های شایسته تحسینی دیده میشن، ولی وقتی در مجموع میخواییم قضاوت کنیم، طیف اصولگرا نزدیکتر هستند به ارزش ها. حالا ماجرا آیا بالاخره شما یک موازی سیاسی ارزشی هم توی اشاره کردید دارید، و حالا از اون طرف هم اشاره کردید اصولگراها به نوعی به این چهارچوب های ارزشی نزدیکترن. آیا خطیب جمعه به خاطر این نزدیکی دیدگاهش ممکنه در موضع گیری هایی که در تریبون نماز جمعه میکنه این اثر بگذاره بر افکارش و عقایدش و بیانی که برای مردم داره؟ به لطف خدا تا کنون 114 خطبه ایراد کردم و در این 114 خطبه تلاش کردم که مطلقا مواضع جناحی نداشته باشم. مواضعم رو تنظیم می کنم با نظام و ولایت. اون چه که در این عرصه ها بیان می کنم تشخیص می دم که مواضع ولایت، تعبیر می کنم تشخیص می دم به خاطر این که واقعیت این است که با شخص مقام معظم رهبری که ما صحبت نمی کنیم، برداشته بنده این است، و البته با چند نفر از شخصیت های معتبری که به آقا مربوط هستند هم مشورت می کنم و سعی می کنم اون مواضع رو بیان کنم. و همین الان صریحا به شما عرض می کنم جاهایی که من احساس می کنم دفاع از خودم هست یا یک نظر شخصی هست، مراقبم که در خطبه های جمعه نگویم. مصاحبه میکنم با روزنامه، مصاحبه میکنم با خبرگزاری و میگم. در خطبه قبلی بود، بعد از سخنرانی که بنده داشتم، برخی از سایت ها به تعبیر امروزی باید بگم فحش بارانم کردند. حدود 50 صفحه از قول کاربران حرفایی زده بودند. بنده در اون تریبون زمینه داشتم که دفاع کنم، اما دیدم این تریبون تریبون من نیست، تریبون نظام اسلامی است، لذا مطلقا ورود در این قصه نکردم و تلاش کردم که مواضع جناحی نداشته باشم. البته قضاوت ها مختلفه، برخی همین که شما دم از ولایت و دفاع از ولایت و مواضع ولایت میزنید شما را اصولگرا و این جناح میدانن. من کاری به قضاوت ها ندارم. آنچه که وظیفه خودم میدانم نماز جمعه تریبون ولایت هست، به دلیل اینکه امام جمعه را باید شخص ولی فقیه نصب کنه. در این چارچوب خطبه آقا قبول دارید استقبال از نماز جمعه تهران نسبت به سالیان قبل کمتر شده، به ویژه در میان جوان ها؟ من با عرض معذرت قبول ندارم. قبول ندارم و
معتقد هستم که قضاوت هایی که می شود برخی منطبق با واقع نیست. توضیح و ذالک به قول ما طلبه ها، حساب اول انقلاب و شور و هیجان اول انقلاب حساب ویژه خودش هست. در طول این 30 چند سال اون شور هیجانی، اون شور و هیجان انقلابی خوب قهرن کمتر شده. این طبع همه انقلاب هاست که شور و هیجان روزهای اول نباشه. من مثلا خدمت آیت‌الله امامی کاشانی بودیم تو همین برنامه چند وقت پیش، همین سوال ازشون پرسیدم، ایشون گفتن بله واقعا من چون از اوایل انقلاب بالاخره بودم کمتر از قبل شده. گفتم دلیلش آقا میشه بگین؟ گفت میشه گفت به خاطر مسائل اخلاقی و سیاسیه، چون خطیب جمعه باید خیمه ولایت رو اونجا علم بکنه، همه رو ازش جمع بکنه، اگه یه جوری برخورد بکنه مثلا یک نفر بخواد بکوبه، این نفر تعریف بکنه چه لطمه میخوره. آیا این دلیل رو، این نگاه آیت الله امامی کاشانی رو قبول داری؟ احترام آیت الله امامی کاشانی پیش ما محفوظ است و ارادت محضر ایشان دارم، ولیکن از همون زمان که خوندم فرمایش ایشون رو نتوانستم بپذیرم و بزرگانی که میان خطابه میخوانند از خود ایشون گرفته، آیت الله جنتی، آیت الله موحدی کرمانی، آیت الله صدیقی، این بزرگانی که خطبه میخوانند مباحث اخلاقی ندارند راجع به خود بنده، که شاید از خطبایی هستم که در عرصه سیاسی ورودم خیلی ورود روشنی هست. از اول خطبه آمدم حدود 30 خطبه خوندم پیرامون امارت بر نفس. حاجا شما برای هر خطبه چقدر وقت میذارید؟ از چه منابعی استفاده میکنید؟ آیا مشاورت هایی هم بهتون میدن؟ در رابطه با خطبه همونطور که عرض کردم حداقل 20 ساعت وقت میذارم برای هر خطبه، برای هر دو خطبه، یک خطبه یعنی دو خطبه ای که دارم. منتها گاهی وقتا مسئله حساس‌تر از اول هفته ذهنم رو به خودش مشغول میکنه. من اینجا میخوام یه خاطره ای از مقام معظم رهبری مدظله العالی بگم. قبل از اینکه اولین خطبه را بخوانم، ایشون به من فرمودند که بعضی آمدن پیش من میگن حالا که شما یک خطیب جوانی را گذاشتی، تا اون روز تقریبا حدود 7-8 سال بود، من سنم حدود 42 سال بود، نسبتاً عزیزانی که خطبه میخوندن مسن بودند، فرمودند به من گفتند که برای شما مشاورینی قرار بدم. من با آنها گفتم خاتمی حتی در خطابهای معمولیش مینویسه خودش میداند با چه کسانی مشورت کنه. من در خطبه ها قطعا مشورت میکنم، در این مشورت ها هم با کارشناسان مربوطه. مسئله انرژی هسته‌ای هست، با مسئول مربوطش مشورت میکنم. یه مدتی آقای لاریجانی مسئول مسائل هسته‌ای بود، دبیر شورای عالی بود. خب ایشون میرفت برای مذاکره، گاهی وقتا من به ایشون میگفتم که لحن ما چگونه باشد، ایشون میگفت صبر کنید ببینم تو این مذاکره اینا چطور رفتار میکنن، اگر تو این مذاکره نرم رفتار کردن نرم رفتار میکنیم، اگه تو این مذاکره اینها لجاجت به خرج دادن یه جور دیگه حرف میزنیم. بعد از ایشان آقای جلیلی مسئول شد، خوب با ایشون هم مشورت میکرد. و الان چطور؟ الانم به آقای ظریف پیغام دادم که اگر شما نظری دارید در رابطه با مسائلتون
منتقل کنید به ما، آمادگی خودم رو به جناب آقای ظریف هم اعلام کردم در رابطه با مسائل اجتماعی که پیش میاد، طرح امنیت اجتماعی مثلا با آقای سردار احمدی مقدم باید در این زمینه صحبت کنیم، یا در رابطه با هفته قوه قضاییه که هفته قبل بود با یکی از مسئولین بالای قوه قضاییه گفتم این مطالب رو میخوام بگم و خود شما چه پیشنهادی دارید، یعنی به مسئولین عالی اون موضوع در میان میگذارم، خب با چهره های دیگری هم که پخته در مسائل سیاسی هستن مشورت میکنم، چون احساس میکنم ولو خطبه جمعه وزارت خارجه نیست ولی به نحوی بیرونی ها تریبون غیر رسمی نظام میدانند، بر این اساس تلاش میکنم که به گونه ای موضع بگیرم که موضع با موضع نظام تغایر نداشته. اشاره فرمودید که تقریبا 114 تا خطبه شده تو این مدت. آیا شده که خدای نکرده بعضی موقع مشاوره ها به شما نادرست باشه، موضع گیری درستی نداشته باشید و عواقبی برای شما داشته باشه؟ به حمد الله تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده، به دلیل آن که من تمام خطبه ها رو می نویسم، یعنی همینطور که الان داریم با شما صحبت می‌کنیم قبلش مکتوب می‌کنم، مکتوب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، با اینکه این همه خطبه خوندم حتی دعای فرجی را هم که می خونم می نویسم. بسیار حساس هست، یک آقایی از دنیا رفته، من حتی در تعابیرم دقت می کنم که از این آقا چه تعبیری داشته باشم، دقیقا می نویسم، الان هم همش رو نوشتم، همش هست به حمدالله، جلد اول خطبه ها چاپ شده، چهار جلد تا کنون شده، هر جلدی حدود 450 صفحه، جلد اولش چاپ شده، سه جلد دیگرش در آستانه چاپ هست، این هم سفارش مقام معظم رهبری است. اولی که من رادیویی شدم سال 1370 برنامه های رادیویی داشتم، محضر ایشون عرض کردم که برنامه های من رو شما گوش میدی یا نمیدید، ایشون فرمودند که گوش میدم، عرض کردم بهترین کسی که مرا نقد کند افتخار میکنم شما هستی، اگر مطالب مورد نقدی هست بفرمایید. آقا فرمود نقد ندارم اما دو تجربه رادیوی تلویزیونی دارم که برای همه عزیزان رسانه مفیده. تجربه اول فرمودند که وقتی برای تلویزیون میخوای صحبت کنی و مجالس مهم، همه مطالب رو بنویس، آن چرا که میخواهی بگویی بنویس، حتی جزئیات، حتی جزئیات. و من به این رهنمود ایشان برای مجالس مهم عمل کردم، برای تلویزیون هم عمل کردم، یعنی گاهی وقتا 5 دقیقه تلویزیون میخواد با ما صحبت کنه، من این 5 دقیقه را مینویسم چه میخواهم بگویم. و فرمودند که وقتی برنامه رادیویی تلویزیونی داری هیچ وقت نگوی مطلبی همه الان یادم آمد میخوام بگم، هیچ وقت نگو، بلکه همه مطالب باید قبلا حساب شده باشه و توجه به این نکته داشته باش که الان میلیون‌ها دارن میشنون، میلیون‌ها دارن میبینن، به گونه ای صحبت بشه که وقت مردم تلف نشه. اینو فرمودن، فرمودن حتی از کلمات مترادف هم استفاده نکن، میخواهی بگی علم بگو علم یا دانش، علم و دانش نگو. این دقت ایشان به رسانه است، لذا بنده چون همه مطالب رو از قبل مینویسم به حمدالله تا کنون مشکلی نبوده، البته نقدها ایرادها بوده و من استقبال میکنم، من از نقدهای عالمانه شدیدن استقبال کردم از هر کس که باشه،
نقد عالمانه بگه این مطلبی که شما گفتی درست نیست، به این دلیل، به این دلیل، به این. ولی برخی از نقدها اصلا در شأن آدمهای فرهیخته نیست. بد و بیرا گفتن، اهانت کردن، این به چه دلیل؟ وقتی منطق دین ما میگوید که شما ماقال رو نقد کنید، یعنی حرفی رو گفته، منقال رو نقد نکنید. میبینم بعضی از سایت های نکته را رعایت نمی کنن. ما آماده ایم برای هر نقدی که آقایون میکنن، ولی نقدی که در خورشن. حالا آقا بالاخره جایگاه خطیب جمهوری تهران رو به هر کسی پیشنهاد نمیدن. یعنی الان وقتی ما نگاه میکنیم به اسلاف شما و افرادی که بودن و هستن، از آیت الله طالقانی رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله امامی کاشانی، آیت الله جنتی، آیت الله یزدی و الاخره، بالاخره سوابق و چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب مسئولیت های مختلفی داشتن. حالا میخوام از همینجا شروع بکنید که بالاخره آیت الله سید احمد خاتمی چه سوابقی داشتن، چه قبل و چه بعد از انقلاب، که چنین مسئولیت و مهم و سنگینی بهشون پیشنهاد شد. سید احمد خاتمی یک طلبه قم بوده و هست. بنده از سال 1354 که آمدم قم، قبلش دو سال سبدان بودم. از 54 آمدم قم تا الان که یعنی تقریبا از 15 سالگی دیگه. بله بله، 93 مدام اشتغال حوزوی داشتم و از سال 1364 مدرس قم بودم. تمام دروس حوزوی رو، معالم، لمعه، رسائل، مکاسب، اصول الفقه، بعضی از اینا رو 7 دور تدریس کردم. اصول الفقه رو 7 دور تدریس کردم. کفایه که درس سطح عالی است، من 5 دوره تدریس کردم. مکاسب که درس سطح عالی است، 2 دوره تدریس کردم از اول تا آخر. و از سال 74 هم درس خارج فقه و اصول شروع کردم که الان دوره سوم خارج اصول هست. خب مقام معظم رهبری این جایگاه علمی این طلبه ناچیز رو دیدند و به خود من فرمودند که جایگاه علمی شما برای من روشنه. و از جهت عملی هم بنده از اول انقلاب موضع داشتم تا الان، و موضعم موضع ولایت بوده. من اینجا میخوام که چون قرار شفاف حرف بزنیم، یه خاطره محضرتون بگم که ما باید همراه ولایت باشیم، انتظار این نداشته باشیم که ولایت خودشو با ما تطبیق کنه. ولایت مداری به نظر میرسه این باشه. بنده هم هیئت رئیسه دوره سوم خبرگان بودم، هم دوره چهارم خبرگان. اینی که میگم هم در هیئت رئیسه دوره سوم تصفیب شد، هم در هیئت رئیسه دوره چهارم، و بالاتفاق هم تصفیب کرده بودی. یعنی آیت الله بشکینی بود، بزرگان دیگه همشون بودن، که خبرگان نباید خانه به دوش باشه. و این که ما گاهی وقتا مجلس شورای اسلامی مجلس بگیریم، گاهی وقتا جاهای دیگه، این در شأن خبرگان نیست. یه زمینی در قم هست، همین نزدیک جامعة الزهرایی که ساخته شده، اونجا ملک خبرگانه. تصویب کردیم که یک مجلس خبرگانی بسازیم با این هدف که قم شهر، عرض کنم که اردوهای جمعی هست، نشستهای جمعی، علما میان، غیر علما میان، یه جای خوبی برای این کار نداره.
گفتیم ما یه جای اینطوری بسازیم، سویت‌های مختلف 50-60 سویت درست کنیم که اردوگاه، اردوهایی که در قم تشکیل میشه در غیر ایامی که خبرگان مجلس داره استفاده کنن. طرحش ریخته شد، برنامه ریزی‌هاش هم شد، حتی بودجش هم قول داده شد، اینم تمام بود. در یکی از این دوره‌ها که خبرگان تمام شد و رفتیم دیدار آقا، آقا فرمود یه مطلبی رو یادم اومد بگم براتون که چه نیازی از خبرگان بسازید با این وضعیتی که مردم دارند. میگن برای سالی دوبار آمدن یه ساختمان به این بزرگی رو ساختن و امثال ذالک. خب این مسئله تو هیئت رئیسه مطرح شد، برخی از بزرگان به شدت ناراحت شدن، گفتن اینجا 6 تا آدم معتبر نشستن تصمیم گرفتن، بریم پیش آقا توضیح بدیم. گفتم همه شما بزرگان میخواید برید، برید، من نمیام، به دلیل اینکه ما آقا را نپذیرفتیم از این جهت که حرف ما رو بشنوه. ما به یک مصلحتی رسیدیم، آقا به یک مصلحت دیگر، مصلحتی که ایشان دیده بر همه ما ترجیح داره و موارد دیگر از این قبیل. خب موضع سیاسی بنده هم موضع سیاسی ولایت بوده و اون دیگه چیز شد دیگه، اون منتفی شد پس قضیه، اون منتفی شد، به کلی منتفی شد. بنابر این مقام معظم رهبری هم جایگاه نماز جمعه را میشناسند و هم این طلبه ناچیز را بزرگواری کردند، ما را قابل این جایگاه دیدند. حالا توی شناسنامه بعد از پیروزی انقلابتون نگاه میکنیم، از معدود روحانیون فعال تو عرصه سیاسی هستید که وارد حوزه اجرایی نشدید و رفتید به سمت کارهای فرهنگی. آیا خودتون نمیخواستید یا پیشنهاد نداشتید؟ از اول پیروزی انقلاب من خدا رو شکر خودم رو شناختم، شناختم که ذوق فرهنگی دارم. این که میگم ذوق فرهنگی دارم، عشق به تدریس و بحث دارم. اگر یک روز بی دلیل تدریسم تعطیل بشه من سردرد میگیرم. یه احساس اینچنینی داشتم، احساس میکردم من به قلم علاقه‌مندم، دوست دارم بنویسم. خدا رو شکر خدا راه رو به ما نشون داد و مسئولیت‌های مختلفی سراغ ما آمد. اول انقلاب فرماندهی سپاه خیلی مهم بود، می‌خواستن فرماندهی سپاه قم را به بنده واگذار کنن، به یک جوان حدود 20 خورده‌ای سال، 21-22 سال، و واقعا هم اصرار از نواحی متعدد بود. استادی دانشگاه، ریاست دانشگاه معرفی شد. از این همه مهمتر قصه نمایندگی مجلس، چند دوره در قم خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو در یکی از دوره‌ها خود آیت الله مشکینی از طرف جامعه مدرسین زنگ زد که شما بپذیر نمایندگی قم را، و مسئولیت‌های دیگری که الان یادم نیست. آقای خاتمی، با توجه به اینکه در عرصه فرهنگ بودید و هستید، چرا ما بعد از جنگ نتونستیم اون فرهنگ غالب جبهه رو منتقل بکنیم به جامعهمون، ادامهش بدیم، به جای اینکه نزدیک بشیم و غنیش بکنیم ازش فاصله گرفتیم؟ عرض کنم که چند عامل اینجا هست. اولا من اجازه بدید تصحیح کنم فرمایش شما رو که به حمدالله هنوز هم در جوانان برخی از این حالات رو مشاهدیم. شما این اعتکاف ها رو ببینید، 90% معتکفین جوان. شبهای قدر رو ببینید، 90% مستمعین جوانن، به خصوص در تهران که بنده سر و کار دارم ببینم اکثریت جوانن. پس به طور کلی نمی شود گفت که اون روحیه ها رنگ باخته.
ولی البته اون شور و اون هیجان ها کمتر است. دلیلش این است که اولا باید کار ساماندهی بیشتری همه می کردیم، حوزه های علمی، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، صدا و سیما، روزنامه ها، تا اون حال و هواها رو نگه داریم. باید بپذیریم که در این عرصه قدری کوتاهی شده. نکته دوم، شما مسئله رسانه های بیگانه و القاعات اونها رو هم دست کم نگیرید. به تدریج شبکه های ماهواره‌ای افزوده شد و این شبکه های ماهواره‌ای با مأموریت آمدند، با برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی، مأموریت دین زدایی، مأموریت اخلاق زدایی، مأموریت مقابله با نظام اسلامی و القاء دروغ‌های فراوان. خب این اینها مجموعاً تأثیر نامطلوب خودش را گذاشته و همچنان می‌گذارد. یه مسئولیت سنگین رو دولت‌ها دارند، درست، اما برخی از دلسوزان نظام به خصوص تو عرصه فرهنگ یه چیزی رو مطرح میکنن، به خصوص شما که بالاخره از قدیم، از بالاخره از 12-13 سالگی در حوزه بودید و الان از بزرگان حوزه هستید. میگن که گفته میشه که مردم حوزه از نیازهای اصلی مردم دور شده، یه جورایی با مردم فاصله گرفته، اهالی حوزه و متولیان حوزه به خاطر همین فاصله گرفتن به نوعی در خلأ تصمیم گیری میکنن و نمیتونن اون نسخه ای رو که باید بپیچن. مثلا تو همین مقوله حجاب و عفاف رو هم که بهش اشاره کردید ما میبینیم، درست حوزه مشخص میکنه، علما ما میگن مثلا خط قرمزها اینه، حدود شرعی اینه، ولی الان نیاز جامعه ما خیلی فراتر از این هاست. این رو قبول دارید؟ عرض میکنم که من از شما یه سوالی میکنم که اگر حوزه باید کار شایستش رو انجام میداد چه باید میکرد؟ من که توی عالم رسانه‌ای دارم مطالعه میکنم، به نظرم اولین گام اینه که ارتباط شما مردم تقویت بیشتر میکرد. عرض میکنم که ارتباط حوزه با مردم به حمدالله مثل گذشته هست. ما در گذشته چطوری با مردم ارتباط داشتیم؟ ماه رمضان میشد، اعزام میشدن روحانی. ماه محرم میشد، اعزام میشدن. فاطمیه اعزام میشدند. مثل گذشته این ارتباط هست. لکن دو نکته هست که مثل گذشته نیست. این دو نکته را باید دقت کرد. نکته اول، در گذشته نظام اسلامی نبود، فضای باز نبود، فقط ما بودیم و منبر. اما الان آموزش و پرورش، دانشگاه ها، ارتش، سپاه، همه جا اینها میان و تقاضا میکنند. به نظر میرسه کوتاهی که شد در این بود که ما در عرصه های لازم حضور بایسته نداشتیم. آموزش و پرورش شکل دهنده فکر این نسله. اجازه بدید من در اینجا یه خاطره ای از مرحوم آقای فاکر بگم که هم نماینده مجلس بود، هم نماینده خبرگان بود. خود ایشان به من گفت، گفت که امام در یه مقطعی میخواست مرا به عنوان نماینده خودش در آموزش و پرورش بگذاره. من به دلایلی که لازم نیست عرض کنم نپذیرفتم. یعنی امام
از اول انقلاب دغدغه آموزش و پرورش رو داشت. مقام معظم رهبری در دیداری که جامعه مدرسین با ایشون داشتن در این سفر آخرشون فرمودن شما انتقاد میکنید از برنامه‌های صدا و سیما، آموزش و پرورش رو رها کردید. خب ما این منبر گسترده را رها کردیم، در نیافتیم. خب 36 سال مدت کمی نیست، ما می توانستیم با حضور با حساب در آموزش و پرورش این وضعیت موجود را نداشته. البته شما اینم که دارید اشاره میکنید، از یک طرف شما این شاید فرصت ها رو ندید گرفتید، این طرف هم دشمن همین بمبارانی که گفتی، دشمن جامونا گرفت، یعنی دشمن کارشو کرد، تبلیغاتشو کرد. این یک مسئله. مسئله دومی که باید دقت بیشتری میکردیم، بایستی در مدیریت اعزاممون تجدید نظر میکردیم. باید روانشناسانه دقت میکردیم هر روحانی به درد کجا میخوره. چه بسا یک روحانی محترم به درد یک بخش بزرگ بخوره، به درد یک اما به درد دانشگاه نخوره. نتواند در عرصه دانشگاه تأثیر گذار باشه. این دو کار رو نکردیم و الان هم باید بکنیم. و یکی هم در عرصه های مورد نیاز. ببینید الان چه بخوایم چه نخواهیم، ورزش مسئله ایست که در جامعه ما مطرحه. من عرضم اینه، حوزه باید در این عرصه وارد میشد، حلال و حرام این عرصه را میگفت، چی جایزه چی جایز نیست، ورزشی که اسلام میپسنده چه ورزشی هست. باز نمیخوام وارد مقوله ورزش و مشکلاتی که در این عرصه هست بشم. در یک کلمه میخوام بگم که حوزه علمیه اولا بسیاری از نیروهای کیفیشو گذاشت در خدمت نظام، در عرصه درگیر کارهای اجرایی شد، آنچه در توان داشت در خدمت نظام گذاشت. اما حالا که 36 سال گذشته میفهمیم که چه بسا جاهای خلأ بوده، میشه پر میشه. یه چیزی هم حالا از شما نقش شده بود، دیگه فکر کنم بعد با توجه این توضیحی که شما میدید تکذیب میشه. در جمع طلابی از قم تو تاریخ 4 اردیبهشت 90 گفته بودین هیچ یکی از مسئولان به فکر حل کردن و پیدا کردن راه حلی برای این مشکل نبود و به نظر میرسه دیگه با کار فرهنگی نمیتوان جلوی بدحجابی در جامعه رو گرفت و فکر میکنم برای حل این مسئله باید خونهای پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ریشکن شود. اینو تایید نمیکنید؟ تایید میکنید. خدا خیرتون بده که این مسئله رو مطرح کردید. اولا در رابطه با همین خبر برخی از رسانه ها یک دروغی را منتشر کردند، در سطح گسترده تحلیل های دروغ هم نوشتن خاتمی گفته است برای مسئله حجاب باید خون ریخته شود. تیترش هم این بود، تیترش هم این همش این بود. این دروغ و واقعا بداخلاقی رسانه‌ای، این عین حرفی است که شما خوندید، درست خوندید. در رابطه با مسئله حجاب در اون مقطعی که این را گفتم به اینجا رسیده بودم و میگویم آیا الان در اینجا هستم یا نیستم، به اینجا رسیده بودم دیدم هیچ مسئولی در این عرصه زیر بار مسئولیت نمیره، رؤسای قوا زیر بار مسئولیت، انگار مسئله حجاب رو مسئله حساب نمی کنن. به اینجا رسیده بودم گویا که آنچنان که انقلاب سوم شهادت شهید مظلوم بهشتی و یارانش انقلاب را از شر نفاق بیمه کرد، انقلاب سوم لقب گرفت، این خونهای پاک ریخته شد، منافقین فراری شدند و از کشور رفتند، شرشون از کشور کنده شد. من با اون الگو گفتم داره مسئله حجاب به جایی میرسه که باز باید خونهای پاکی ریخته بشه تا اینکه این ارزش اسلامی جا بیفته. گفتم خونهای پاک، الانم دارم تشبیه میکنم به شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی.
و البته نگرانی امروز بنده به مراتب بیشتر از گذشته است. اتفاقا تو خطبه نماز جمعه چند وقت پیش یک سخنی رو گفتید که این قضیه‌ای که آقای رئیس جمهور گفتید آنها رو به زور به بهش نمیبرن، شما یه صحبتتون زمینه که در پاسخ به ایشون بود دیگه، درسته؟ نگرانی الان هم مثل گذشته است. بنده به عنوان یک شهروند که تو تهران به خصوص عبور و مرور دارم، میبینم متاسفانه قصه حجاب روز به روز بدتر میشه، بهتر نمیشه. و بنده نمیخواهم بگویم کی مقصره، این مسئله گسترده است، اصلا نمیخوام وارد این قصه بشم. و لمس میکنم که بعضی ها کشور رو دارن به سمت بیهجابی میبرند، گرچه در این اعلام اخیری که کردن اول تیر کشف حجاب یواشکی ناکام در آمد، هیچ موفقیت اینها در کشور به دست نیاوردن، ولی این روندی که داره پیش میره، این روند دینی نیست. حالا اون جمله هم شما خطاب آقای رئیس جمهور گفتین، حالا الان میگم خدمتتون، این روند دینی نیست، این خلاف شرع، حرامه. خانم مسلمان موهای سرش پیدا باشه، بزک کرده، آرایش کرده، اخیراً هم که مقداری از دستشون هم باز میگذارن. ماشاءالله از این چیزا بهتر گذشت. برید حالا عرض کنم جای نگرانی داره، یعنی به شدت من نگرانم و تعبیری کردم که اندلوسیزه کردن کشور هدف دشمنه. اندلوس یک کشور اسلامی بود، اسپانیای کنونی، با همین فساد و فحشا اصلا از جغرافیای کشورهای اسلامی اندلوس حذف شد. بنده عرض میکنم این خطر همچنان هست و امیدواریم به صورت جدی خانواده ها وارد میدون بشن. و اما اون قصه ای که از جناب آقای رئیس جمهور فرمودید، رئیس جمهور در صحبتشون فرمودن نمیتوان با زور مردم را راهی بهشت کرد. خب اینو ایشون فرمودند. ما در خطبه جمعه آمدیم گفتیم که این فرمایش سه معنا داره. یک معناش اینه که منطقی برخورد کنید و دوستانه حرف بزنید، اقناعی حرف بزنید، این معنای درست است، قبولم داریم که اصلا منطق ما منطق قلهاتو برهانکمه. دوم این که مقصود این باشه که حدود اسلامی رو اجرا نکنید، حد شرب خمر رو اجرا نکنید، حد زنا رو اجرا نکنید، حد سرقت رو اجرا نکنید. این که نشدنیست. اصلا حکومت اسلامی برای این است که لتقام المعطلات من حدودک، حکومت اسلامی برای این تشکیل شده که حدود الهی اجرا بشه. و گفتم قطعا نمیتواند این نظر آقای رئیس جمهور محترم باشه، به خاطر اینکه همه دغدغه اجرای احکام دین. معنای سوم این که مقصودشون این باشه که ما جاده بهشت هم هموار نکنیم، که عرض کردم قرآن میگوید مؤمنین وقتی سر کار میان جاده بهشت هم هموار میکنن. ولی ینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. نظام اسلامی، حکومت دینی باید زمین ساز بهشت باشه. این تحلیل. و همینجا خدا گواه است، ماه رمضان است دارم میگم، ما توفیق همه دولت‌های بعد از انقلاب را میخواستیم. موفقیت اینها موفقیت نظامه،
ما موفقیت این دولت رو هم میخواهیم، مشکلات اقتصادیشون رو حل کنن، مشکل تورم رو حل کنن، گرفتاری ها رو حل کنن. خب این جملات دو پهل ملاحظه فرمودید، من در حقیقت به خیال خودم ویراستاری کردم حرف ایشان را، ولی چه ضرورت هست؟ و اصولا هم رئیس جمهور فعلیمون، هم رئیس جمهور سابقمون، هم رؤسای جمهور دیگر باید بازتاب حرفاشون رو توجه داشته باشن. ولو حرف درست میگویند، اگر میبینن سوء استفاده میشه مصلحت نیست بگن. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. مسلمونا به پیغمبر میگفتن یا رسول الله یواشتر صحبت کن تا بفهمیم. برخی از یهود این راعنا را از ریشه رعونت میگرفتن، یعنی تحمیقمون کن. میگفتن ببینید مسلمونا به پیغمبرشون میگن بیا تحمیقمون کن. قرآن میگوید جمله‌ای که اونا سوء استفاده میکنن نگید، لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، بگید که ملاحظه ما رو هم داشته باش تا اونا سوء استفاده نکنن. به هر حال اون صحبتی که شد و اون نقدی که شد هر دو در مسیر خیر و صلاح. حالا خصوصی همشون گفته بودید شما؟ من نه، من از حالا من با من از زمانی که ایشون رئیس جمهور شدن تا الان هیچ ملاقات خصوصی با ایشون نداشتم. آها، چون من از این یعنی که مثلا و خطیبای جمعه حتی خب تشخیص خودشون شده جه تشخیص بدن که باید بگن در ملای عام بگن، ولی مثلا اگه خصوصی بهشون میگفتن عمل نمیکردن بعدن تو خطبه نماز جمعه میگفتن بهتر. عزیز من ببینید یک حرفی که علنی گفته شده جوابش علنی است. اینم حرفیست. اگر خصوصی آقای رئیس جمهور یه حرفی زده بود باید خصوصی متذکر. آنچنان که این کارو کردیم، جامعه مدرسین نامه خصوصی دو ماه پیش ما بله به رئیس جمهور نوشتن، مشکلات رو گفتن خصوصی. محتواش چی آقا الان گفتین؟ اگر قرار بود که علنی میشد خود جامعه مدرسین علنی میکرد. اجازه بدید ما مرحله به مرحله پیش میریم، فعلا خصوصی، بعد اگر خصوصی اثر نکرد علنی میگیم. مقصود ما این است حرفی را که ایشون علنی اونم در تریبون کذایی گفته باید این حرف نقد بشه، نقد محترمانه. ایشون هم بایستی در برابر نقدهای محترمانه برخورد محترمانه. نامه جامعه مدرسین کلیتش ارائه بعضی نگرانی هاست؟ بله نقدها هست، ارائه بعضی از نگرانی ها و نقدها هست. برای رؤسای جمهور قبلی هم سابقه داشته یا بله. چیز جدیدی است؟ برای آقای احمدی نژاد هم نامه فرستادیم، برای آقای خاتمی هم نامه فرستادیم. اصولا جامعه مدرسین در 50 سال حضورش، نیم قرن حضور، کتابی در 7-8 جلد منتشر شده، اسناد جامعه مدرسین، تمام این مواضع درش آمده. به عنوان حامی ناصح مواردی را که لازم به تذکر میده تذکر میدیده تذکر میداده و از راه شرعیش همین نامه را که شما الان اصرار میکنید ما بگیم محتواشو و نمیگیم، دلیلش اینه که میخواهیم اگر انشاءالله ترتیب اثر داده شد داده شد، وگرنه همون گونه که آیت الله یزدی فرمودند علنی گفته میشه. چیز حالا یه مزاحی هم بکنیم، الان دو تا رئیس جمهور الان و قبلی ما سمنانی هن. شما هم که سمنانی هن، آیا رئیس جمهور بعدی هم از سمنان خواهد بود؟ بله، عرض میکنم که هم رئیس جمهور قبلی هم رئیس جمهور بعدی تبلیغات کردن، حرفاشون رو زدن، صحبتاشون رو گفتن و مردم انتخاب کردن رئیس جمهور بعدی را. والله هو العالم. یعنی اینکه استان سمنان بالاخره رئیس جمهور بنویس صادر میکنه دیگه تقریبا ذهن مردم جا. من با این رگ و ریشه های ناسیونالیستی مخالفم. سمنانی هستم، اما اینکه مسئله رگ و ریشه های ناسیونالیستی رو بزرگش کنیم نه ما رو مزاح گفتم. حاجا حالا چی شد که شما مجلس خبرگان تشریف آوردید و انتخابات شرکت کردید و جالب این که نه از سمنان، از کرمان. بله یه کسی میگفت تو اصالتاً سمنانی هستی، درس تو قم خوندی، نماینده خبرگان کرمان شدی. عرض میکنم سال حدود 76 بود، یک
طلبه محترم کرمانی به من گفت که تو جلسه علمای کرمان اسم تو مطرح شده که نماینده خبرگان کرمان بشی. دلیلش هم این بود که من از سال 65 تقریبا همه شهرهای کرمان منبر رفتم. عجب. همه شهرهای کرمان منبر رفتم، از خود کرمان چندین دهه، شهرهای دیگر هم همینطور می شناختند، هم مردم و هم علمای اونها، تعدادی از طلاب جوان اونها در حقیقت پای درس ما در قم بودن. گفت صحبت شده، گفتم شوخی نکن، من اصلا تو این وادی نیستم. تمام شد، راحت شدم، گفتم الحمدلله جواب خوبی دادم. حدود دو سه ماه بعد بود دیدم که آقای شرعی که اون زمان از اعضای فعال جامعه مدرسین بودند و خدا شفای عاجل به ایشان عنایت کنه، گفت من یه کار دارم باهات. گفتم که خوب، رفتم خدمت ایشون و گفت قصه اینه که جامعه مدرسین هم گفتن تو کاندیدای خبرگان بشو. گفتم دو سه ماه پیش یه آقای اینطوری گفت، اینطوری جوابش دادم. گفت آقایون گفتن خالیست زمینه و باید خودتو کاندیدا کنی. گفتم اگر واقعا تکلیف شرعیست من وارد میشم با دو شرط. یک، اینکه یک ریالم پول خرج نمیکنم و خداییش خرج نکردم، یک ریال. دو، اینکه من شیخ علمای کرمان رو آیت الله موحدی کرمانی میدانم و تحت امر ایشان. اگر یک روز مانده به انتخاباتم گفتن برو کنار، من میرم کنار. آیا برای انتخابات خبرگان هم کار سیاسی یا لابیگری های سیاسی معموله؟ تا کنون نبوده. تا کنون لابیگری سیاسی به تعبیر شما نبوده، ولی نهادی مثل جامعه مدرسین که یک نهاد روحانی است، معرفی میکرده، پیشنهاد میکرده، جامعه روحانیت مبارز پیشنهاد میکرده و چون نهاد خبرگان یک نهاد فاخر و علمایی است، لابیگری درش مرسوم نبوده. گرچه در دوره پنجم که در پیش داریم شنیده میشه لابیگری های سیاسی بعضی ها دارن. تا همین سال بعدی منم همین چه نگرانی وجود داره که برخی از بزرگواران حالا حتی از تریبون نماز جمعه هم یه انذاری میدن، میگن قرار انتخابات خبرگان بعدی یک گروهی دارن یه سری کارهایی انجام میدن. خب ما که سازوکار انتخاباتمون مشخصه، کار شورای نگهبان تایید صلاحیت میکنه، انتخابات برگزار میشه. این ابراز نگرانی از چیست؟ از این لابیگری های سیاسی است؟ نگرانی نداره، یعنی اینکه کسانی تلاش کنند در اینکه فضای انتخابات آینده خبرگان که اسفند یک سال و خورده ای دیگر هست بیاد با نشاط بشه. اما نگرانی این است که مبادا مجلس خبرگانی که در جایگاه تعیین رهبری است بیفته تو بازی‌های سیاسی. این جای نگرانی داره که افرادی از الان آدم‌ها رو ببینند، گاهی آدم‌ها رو بخرند، گاهی تهدیدهایی، تطمیعهایی. من نمی‌خوام مقایسه کنم مجلس خبرگان را با جاهای دیگر، ولی مجلس خبرگان مجلس تکلیفه. بنده به عنوان کمترین که سوال کردید، ملاحظه فرمودید، اولین بار گفتیم آقا جون ما نیستیم، بعدش هم گفتیم آماده ایم به سرعت میدان را خالی کنیم. این چیزیست که ما یاد گرفتیم از بزرگان. ما تو این خبرگان میبینیم هر دوره ما به زور، ما در این خبرگان هر دوره به زور از آیت الله
مشکینی خواستیم رئیس بشون. همین رئیس فعلی ما آیت الله مهدوی کنی که امیدواریم خداوند عافیت به ایشان عنایت کنه، به جد التماسشون کردیم. خبرگان چنین جایگاهی است. آقا آیا فتنه 88 بر فضای مجلس خبرگان هم تاثیر گذاشت؟ یه طیف بندی توش شکل گرفت؟ آیا میشه گفت که در واقع به عنوان عضو هیئت رئیسه بگید که تغییر ریاست خبرگان از آقای هاشمی به آیت الله مهدوی یعنی یک نوع اثر فتنه 88 بود؟ ببینید، فتنه 88 تأثیر مستقیم در خبرگان نداشت، اما ما به عنوان هیئت رئیسه خبرگان خیلی تلاش کردیم که جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی رو از محدوده فتنه دور نگه داریم. التماس ها کردم بنده به تنهایی و تذکرات فراوانی به ایشان دادند که ایشان علیه فتنه‌گران موضع بگیرند. این مقدار اگر تأثیر باشد در مجلس خبرگان بوده. اما انتخاب نشدن جناب آقای هاشمی برای ریاست خبرگان در یک فضای بسیار صمیمی صورت گرفت. اولا آقای مهدوی کنی شرط کردن که خود آقای هاشمی بگه من کاندیدا بشم. خود آقای هاشمی گفت، ایشون گفت من کاندیدا نیستم و آقای مهدوی هم اعلام کاندیدایی کردن. در یه فضای بسیار صمیمی این جا به جایی صورت گرفت. ولی چون قرار است که در این برنامه شفاف صحبت کنیم، فضای بیرونی بی تأثیر در این انتخاب نبود. بعد از تقریبا 4 سال از اون فتنه بزرگ میگن که خب اون دو نفری که به نوعی اصلی ترین قضیه فتنه و مسئولیت فتنه رو میشه متوجهشون کرد، به نوعی حالا گذشته، حالا اشتباهاتی شده، با رأفت اسلامی باهاشون برخورد بکنیم. آیا به نظر شما میشه رأفت اسلامی شامل حال اونها بشود؟ سخن این است که آنچه اینها انجام دادند ظلم به یک شخص نبود، ظلم به یک نظام بود و فرصت طلایی 40 میلیون 85% 85% مردم فرصت طلایی بود برای کشور ما. با این سرمایه می توانستیم بسیاری از مشکلات خودمون رو برطرف کنیم و اینها این سرمایه رو سوزندند. طبق آمار حداقل 22 نفر در فتنه کشته شدند و بگذارید نگویم چقدر جانباز در این فتنه جانباز شد. این خونها رو کیا مسئولند؟ اونایی که بیانیه های آتشین میدادن مردم رو میآوردن تو خیابون دیگه. بیانیه شماره 1، بیانیه شماره 2. و درست فهمیدم اون روزها، فقهی فهمیدم که اینا بدیه، اینا مصداق محاربه است، ولی خب مشمول رأفت نظام قرار گرفتن. حکم بغی روشنه، الباقی هو من خرج علا امام عادلن. نظام اسلامی فقط آمد و رفت ها و ارتباطات تلفنی و موبایلی اینها رو محدود کرد. تو خونه خودشون امکانات در اختیارشون، البته حصر حصره، نمیگیم که بهشته، حصر حصره، اما نظام با رأفتش برخورد کرد. الان هم با رأفت برخورد میکنه. الان هم به تمام کسانی که دارن تلاش میکنن برای رفع عصر میگم نصف این تلاشتون رو بگذارید برای اینکه سران فتنه بگوین بیراه رفتیم، نادرست رفتیم، ضربه به این کشور زدیم، قطعا وضعیت عوض خواهد شد.
اونی که دیده می شود این است که لجبازی در حقیقت در مقابل مردمه. من به سران فتنه میگم شعارهای روز نه دی را گوش کنن، چه حکمی مردم صادر کرده بودند؟ حکمشون چی بود؟ نظام رأفت کرد، حتی اینا رو زندانم نبرد، در محل مسکونی خودشون. الان هم رأفت نظام داره. رأفت نظام این است که اعتراف کنن خطا کردن از حصر. حاجا سال 84 شما از حامیان آقای احمدی نژاد بودید، درسته؟ بله. آیا بعد از 8 سال که حالا دورشون هم تموم شد از حمایتتون، از این خلاصه بالاخره حمایتی که کردید تو این عرصه سیاسی راضی بودی؟ عرض کنم که در دوره اول سال 84 دولت نهم من به ایشون رأی ندادم. آجا. در دوره دوم میان دوره ای به اصطلاح یک هفته بعد به ایشان رأی دادم. و اون چه که ما را جذب کرد شعار عدالت ایشان بود، ساده زیستی ایشان بود، سخت کوشی ایشان بود، این که به همه استانها حتی گاهی به بخشهای کوچک هم می رفتند و علاقه ایشان به ولایت بود. اینها معیارهایی بود که می دیدیم معیارهای مثبت. بر اساس این معیارها ما بله به ایشون رأی دادیم، به خصوص برای دولت دهم جامعه مدرسین که اصلا ایشونو جامعه مدرسین تعیین کرد و ما هم علنی رأی دادیم. به تکلیفمون عمل کردیم، به وظیفمون عمل کردیم، هیچ هم پشیمان نیستیم. عمل به تکلیف، عمل به وظیفه که پشیمانی نداره. لکن این افتخار را داریم، نمیگوین دارم، میگم داریم، که اولین منتقدان به آقای احمدی نژاد هم روحانیت بود. ذره ذره متاسفانه آقای احمدی نژاد موارد نقد از خودش باقی گذاشت، در رابطه با طرح امنیت اجتماعی، در رابطه با مسائل دیگر، در رابطه با حجاب آقای احمدی نژاد کاری نکرد. من به ایشون گفتم مردمی که به شما رأی دادن حجاب می‌خواستن، یعنی در دوره آقای احمدی نژاد کاری در رابطه با حجاب هم صورت نگرفت، به خصوص در اون 10-11 روزه خانه نشینی آقای احمدی نژاد. خطبه های ما رو گوش بدید، خواهید دید که مواضع منتقدانه ما هم بود. همینجا میخوام عرض کنم که انصاف چیز خوبی است. الان هم که ایشون مدتش تمام شده، ارزش های ایشون جای خودش هست، انتقادات هم بر ایشون انتقادات واردی. این که بعضی از مسئولین فعلی یه جوری برخورد میکنن که انگار دولت ویرانه شاهنشاهی رو تحویل گرفتند، همه جا ویرانه است، آقایون آمدند این ویرانه را آباد کنند، این منش نادرستی است. اگر این طور برخورد بشه، هر دولتی که میاد نقد کنه دولت قبلی را، دولت قبلی را، اجماع مرکب علیه نظام درست میشه. میگن اینا 30 سال حکومت کردن، همشون میان میگن اینا چنین چنان. بنده معتقدم که منصفانه باید گفت همه دولت‌های بعد از انقلاب کارهای خوب داشتن، کارهای شایسته داشتن، خدماتی داشتن و نقاط ضعفی هم داشتن و منصفانه باید برخورد کرد. و اجازه بدید یک جمله دیگر هم بگم. جمله دیگر این است که خوب طبیعی است یک شهروند حق دارد که کاندیدایی داشته باشه، از کاندیداش حمایت کنه. اما اونی که غیر طبیعی است این است که وقتی کاندیدا شد
از انتقاد خودداری کنه و به دوستان، دوستان اصلاح طلب میگیم بیایید شما هم راجع به فتنه همین مردانگی رو داشته باشید، بیایید این مردانگی رو داشته باشید، بگید خطا کردیم، یواشکی تو جلساتتون میگید که در قصه عاشورا اشتباه کردیم، در قصه عکس امام اشتباه کردیم، اینو علنی بگید. این شیوه درست نیست. جامعه در این روزگار سختی رو سال 92 گذرون، تا اونجایی که خود آیت الله یزدی هم خدمتشون بودیم اشاره کردن که ما حتی تا مرحله تجزیه هم پیش رفتیم و خدا کمک کرد که این اتفاق نیفتاد. حالا بالاخره اشاره کردید نیم قرن تجربه جامعه مدرسین تو عرصه‌های مختلف از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب، آیا نمی‌شد اینجوری تدبیر کرد که سال 92 به این مشکلات نخورید؟ عرض کنم که مشکلات که می‌فرمایید سال 92 تعدد کاندیداهای اصولگرا کار دستشون داد. آقای جلیلی یک طرف، آقای ولایتی یک طرف، آقای قالیباف یک طرف. این تعدد نه تنها مشکل برای خودشون درست کرد، بلکه مشکل برای نهادهای معرفی کنندشون ایجاد کرد. واقعیتش اینه که در جلسات جامعه مدرسین ما یک اصل داشتیم، الان همون اصل رو میگم، گفتیم ما به عنوان جامعه مدرسین کاندیدا نداریم، تصریح کردیم، مصاحبه های ما هم هست، به خاطر اینکه نصاب بایسته رو نداشتیم. ما نه جایی از این که آقای ولایتی رو معرفی حالا عرض میکنم، این عین آنچه هست که بنده در جلسات دیدم که ما به عنوان جامعه مدرسین کاندیدا نداشتیم. بله، افرادی از جامعه در رأس آنها آیت الله یزدی طرفدار جناب آقای ولایتی بودند و رسانه ها به نظر می رسید باید درست منعکس می کردند، نمی گفتند جامعه مدرسین، باید می گفتند تعدادی از اعضای جامعه به جناب آقای ولایتی رأی دادند. خود بنده وقتی که آیت الله یزدی اعلام کرد دیگر هیچ مصاحبه ای نکردم، گفتم آیت الله یزدی رئیس این تشکیلاته و ما اگر بخواهیم توی تشکیلاتی باشیم باید حرمت رئیس رو نگه داریم. بله، قبل از اینکه ایشون اعلام کنند من دو سه بار اینو گفتم که جامعه مدرسین با هویت جامعه مدرسین از کسی حمایت نمی کنه، اما تعدادی از اعضای محترم جامعه مدرسین از جناب آقای ولایتی حمایت می کنند. به حمد الله وجود آیت الله یزدی برای جامعه مدرسین نعمت هست، بزرگی که از قدیمی های جامعه مدرسین هست، ولایتی بود در زمان امام، ولایتی هست و چهره ایست که با همون نشاط دوره انقلاب پاسدار انقلاب و نظام و ولایت هست. پس این که از صحبت شما بعدش پیششون برخی میگن که این باعث این مشکلات و این تجزیه های احتمالی که میخواست انجام بشه طیف آیت الله مصباح یزدی بودن توی جامعه مدرسین. پس اینی که شما دارید میگید فراتر از این طیف بوده قضیه، درسته؟ من طیف آیت الله مصباح رو هرگز از اینها احساس تجزیه نکردم. حضرت آقای عبداللهی، حضرت آقای کعبی، حضرت آقای رجبی، من هرگز از اینها احساس تجزیه نکردم. چه بسا اگر ادامه پیدا میکرد بگو مگوها به مشکلی میانجامید، ولی تا جایی که من در متن جامعه بودم تجزیه ای ندیدم. آیت الله یزدی احساس کردن اگر ادامه پیدا کنه چه بسا مشکلی میشه. الان هم که آیت الله یزدی ابراز رضایت کردن، گفتن خیلی جمع خوبی شد. الان به حمد الله همه آقایون میان و اعضای جدیدی هم
به جامعه افسوده شدن، جامعه جلسات بسیار با نشاطی رو برگزار میکنه. اجازه دارم بپرسم سال 92 به کی رأی دادید یا مخفیه؟ همچنان میخوایم بله سال 92 رو بگم. اجازه دارم بپرسم به چه کسی رأی دادید یا بماند؟ عرض میکنم که بماند. بعد حالا انشاءالله که ما به عنوان سال آخر میپرسم برای آقای مهدوی کنی آرزوی شفای عاجل میکنیم، مردم هم دعاشون میکنن، ولی خب برخی از خبرهایی که میاد که اگه خدا عنایت بکنه شفا هم پیدا کنن، برای ریاست خبرگان احتمال داره که ایشون در واقع نتوانن. آیا پیشبینی ها توی هیئت رئیسه خبرگان شده برای انتخاب رئیس بعدی و آیا این جلساتی که آقای هاشمی شاهرودی اداره میکنن در واقع ریل گذاری برای همون قضیه هست و تصمیم گیری یا نه درست عادی است؟ این ترتیب ترتیب طبیعی است، یعنی نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم رو برای همین جاها میخواد. ریل گذاری نیست، به دلیل اینکه در اولین اجلاسی که بعد از این ماجرا که میشه 16مین اجلاس، 11م، 12م، 13م شهریور، ما امیدواریم که خداوند آیت الله مهدوی کنی رو به ما برگردانه و ما ذالک علی الله به بعید، خداوند ایشون رو به ما برگردانه. ولی اگر باید رئیسی رو انتخاب کنیم در خود جلسه مشخص میشه. احتمال داره به نفر قبلی برگردیم؟ ولی احتمال به عنوان یک احتمال، یکی از کاندیداها هم ایشان خواهد بود، ولی کاندیداهای دیگری هم مطرح خواهند شد. روز اول اجلاس تصمیم میگیرم. بنده خودم مصاحبه کردم و اعلام کردم که آیت الله هاشمی شاهرودی جلسات رو اداره میکنن. رسانه های خارجی گفتن تمام شد، رئیس آینده هم انتخاب شد. این تموم شد نداره، نایب رئیس اول است، ایشون جلسات رو اداره میکنه و قهرن در روز اول انتخاب اگر ایشان هم کاندیدا شدن، یکی از کاندیدا هستن، هیچ لابیگری به فضل خدا در این عرصه تا جایی که من مطلعم صورت نگرفت. خیلی سپاسگزارم آقا بنده که خیلی استفاده کردم. یه مقدارم اذیت شدید، زمان شدانی شد، تأخیر داشتیم، به بزرگیتون ببخشید ما رو. من استفاده کردم، ان شاء الله که مردم هم استفاده کرده باشن. ان شاء الله همیشه مستدام باشید و همینجور قرار و محکم در جایگاه دفاع از ولایت قدم بردارید. موفق و مؤید باشید ان شاء الله. زنده باشید. خدا حافظ.